شبهای مافیا. بازی شبهای مافیا بازیکنها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می شوند. نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست. گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیاست و پیروزی مافیا در گرو برابری با تعداد شهروندان است. بازی در دو بخش شبها و روزهای متوالی انجام می شود. روزها همه نقش شهروند را بازی می کنند و در فرایند اتهام زنی، دفاع و رأی‌گیری تلاش می کنند مافیا را کشف و با اکثریت آرا از شهر بیرون نمایند. پس روزها نقش واقعی هر کس نباید دیده شود و بازیکنان فقط سعی بر متهم کردن مافیای واقعی و دفاع از خود دارند. در روز نقش گنجی در جیب بازیکن است. دانستن آن توسط بازیکن دیگر یا فهمیدن نقش دیگری در شب با تقلب یا هر گونه اطلاق نقش بازی را بی هدف می کند و باعث اخراج بازیکن توسط گرداننده می شود. در گفتگوهای روز نقش برای هیچ کس اهمیت ندارد و فقط تعیین گروه شهروندی یا مافیایی در کلمات و رفتارهای بازیکنها حائز اهمیت است. هر روز پس از گفتگو با رأی‌گیری دور اول، بازیکنانی که بیشترین رأی اتهام را دریافت کرده‌اند از خود دفاع می‌کنند و با رأی‌گیری دور دوم که در خواب نیمروزی و چشمان بسته انجام می‌شود، یک نفر از بازی خارج می‌شود. در دور دوم رأی‌گیری هر کس یک انتخاب دارد. در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می‌نشینند که کدام شهروند را مورد هدف قرار دهند. پس از آن گرداننده برخی شهروندان را نیز برای اجرای نقش‌های شب خود بیدار می‌کند. نقش‌های شب‌های مافیا. گروه شهروندان. شهروند. دو نفر از بازیکن‌ها نقش یک شهروند ساده را دارند که بالاترین مشارکت آنها در بخش روز و رأی‌گیری است. شهردار فقط یک بار در طول بازی می تواند دور دوم رأی‌گیری را ملغا و از خروج یک بازیکن جلوگیری نماید یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رأی‌گیری از بازی خارج کند. دکتر هر شب می تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. روانپزشک دو بار در طول بازی می تواند قدرت مکالمه بازیکنی را بابت روان درمانی از او بگیرد. کاراگاه هر شب می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بگیرد. البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می شود. حرفه‌ای هر شب می تواند به یک مافیا شلیک کند، اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودش از بازی خارج می شود. جان سخت با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی شود و البته از شلیک اول نیز بی خبر است. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی به عهده اوست و او دوبار می تواند استعلام وضعیت بگیرد. گروه مافیا، پدرخوانده مافیا. استعلام پدرخوانده برای کاراگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا به عهده اوست. دکتر لکتر هر شب میتواند یک نفر را از شلیک نجات دهد. لکتر جان خودش را فقط یک بار میتواند نجات دهد. مافیای ساده دو نفر اعضای مافیا که در شب با همراهی خود به پدرخوانده و دکتر گروه مشورت میدهند. در پایان رأی‌گیری بازیکن اخراجی از بین 6 کارت با انتخاب تصادفی وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین و اگر قرار به ترک کامل بازی بود او حق دارد 20 ثانیه بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید. و اما وضعیت آن 6 کارت. مسیر سبز. بازیکن اخراجی می تواند یک بازیکن دیگر را در مسیر سبز قرار دهد و به این ترتیب بازیکن دارای کارت در آن روز با هر اتهامی مسئول از رأی‌گیری و دفاعی است. فرش قرمز. یار اخراجی بازیکنی را متهم می‌کند و فرش قرمزی برای قرار گرفتن در رأی‌گیری پایان آن روز برایش پهن می‌کند. ذهن زیبا. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت می‌تواند نقش یک بازیکن دیگر را حدس بزند و برملا کند. چنانچه حدس او درست باشد، خود او به بازی برمی‌گردد. بی‌خوابی. در پایان آن روز بازی کسی نمی‌خوابد.
زد و خوردی در شب وجود ندارد و بازی به روز بعد میرسد. سرگیجه. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت در هر نقش یا طرفی که باشد باید یک حقیقت مرتبط به بازی را وارونه بیان نماید و گرداننده این موضوع را تایید کند و سپس آن بازیکن از بازی خارج می شود. شلیک نهایی. بازیکن اخراجی در کنار گرداننده میماند و به جای مافیا شلیک شب را به انتخاب خودش انجام خواهد داد. بازیکن بعد از شلیک نهایی کاملا از بازی خارج می شود. بازیکنی که در رای گیری از بازی خارج می شود فقط با انتخاب کارت ذهن زیبا امکان دارد به بازی برگردد. پیروزی در حقیقت است. شبهای مافیا. تا اینجا در فصل جدید سه دست جذاب از یکی از گروه های آقایون دیدیم، سه دست جذاب از یک گروه بانوان و حالا رسیدیم به گروه جدید آقایان. سلام. رد خون من از من نگید. متشکرم. بچه حواست باشه قربان. از هنرمند و ورزشکار و خواننده 12 نفر دعوت کردیم، یکی از یکی جذابتر و دوست داشتنی تر، همه تمرین کرده، دستای قبل رو دیده، حرفه‌ای. امید داریم که باز سه دست جذاب رو با هم مرور کنیم. خب همونطور که قبلا هم توضیح دادم باز خدمتتون عرض بکنم، از همه این گروه ها عده‌ای فینالیست میشن و در نهایت فینالیست های این سه گروه بازی خواهند کرد با منتخبین فینالیست فصل قبل. یعنی کار داریم با آتون. Thank you.
به 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 خودتون یکی از یکی جذابتر به افتخار خودتون دست بزنید. خب دوستان خیلی خوش اومدین. من که پیشبینی سه دست بازی جذاب تو ذهنمه، خودتون نظرتون چیه رفقا؟ بگی. سر صحبت کنیم. با وجود یوسف قطعا بازی عالیه. من فکر میکنم، یعنی همین اول میگم، اگر که آقای استادی کارتش رو گرفت، اگر که چه مافیا بود چه شهروند بود، گول، یعنی مافیا گولش رو نخورن که شهروند بود. و اگر هم الان با منی؟ بله بله مرسی. به خاطر اینکه یک سادگی و یک شیرینی دارن که آدم گول میخوره واقعا. اصلا اون کاغذه الان چیه جلوی شما؟ همین شما رو نوشتم تمام. آقا اصلا مگه من و تو اینقدر میمونیم که کاغذه کسی شده؟ آقا یوسف اینک زده. من اینک رو خواهی بذاری؟ من بیا ببین این چشم الان فرق نمیکنه. پشت اینکه اینا بیا اینا همینجوری بیا. بازو بزن فرقی نمیکنه. شما نظری ندارین استاد؟ خیلی خوشحالم. من فکر میکنم که این بازی خیلی بازی جذابی بشه، چون دوستان همه حرفه‌ای هستن، به نظر میاد همه هم واردن و چالش خوبی خواهیم داشت. مثلا شهرام جان که اصلا خیلی مافیا. من که از همین الان بستم رو استاد مافیاست، رئیس مافیا اصلا. آره. پدرخوانده کارلونه واقعی. تش چشمک بازی میکردی مثلا مافیا اینا؟ هیچ وقت تش چشمک بود اونم تو مواقع خاص. خب 12 تا کارت اینجاست که باید بین شما تقسیم بشه. هر جوری شما بفرمایید من اینها رو به هم میریزم. همینجوری من رندوم بگید، هر موقع کافیه بفرمایید. حله؟ نه برو تگید. نه گفتم برو نمیتونیم بگیم. نه میگه برو ادامه بده. ادامه بده. آها برو برو ادامه بده. استادی میخواد بیشتر تو بازی بمونه. تایم میخواد. اینجوری تایمش بیشتر. خوبه. خوبه دیگه. خوبه. دیگه هم خورد. آره. بسیار خوب. پس شروع میکنیم به تقسیم نقش ها. دوستان اگه بازم میخواهید من اینو به هم بریزم بفرمایید. آقای استادی خوبه. کافیه آقا. کافیه. بسیار خوب. بسیار خوب. خوبه. چشمای نازنینتون رو ببندید. دوستانی که عینک دارید عینک‌ها رو بردارید موقتا. متشکرم. سریع اینا رو تقسیم می‌کنم. تحمل بفرمایید تا پایان زمانی که من در واقع یادداشت کنم. دونه دونه نقش‌ها رو و بعد بگم اون موقع بگم چشم‌ها رو باز می‌کنید. بسیار خوب. رحیم جان کارت چشم تو باز کن، فقط شما، بقیه هم چشم بسته. چشم باز کن ببین من و شما ببینیم. دیدی؟ بله بله. متشکرم. اوکی متشکرم. آقای عزیزی عزیز کارتتون رو ببینیم. زندانی
خب چشمای نازنینتون رو باز کنید. آره. به چشماتون استراحت بدید. بسیار خوب. بریم برای شب معارفه. 3 2 1 شب می شود. چشمها بسته. چشمها رو به خوبی ببندید. هم من شما رو می بینم، هم چند نفر از بیرون، هم دوربین ها آماده. مافیای بازی چشماشون رو باز کنن. فقط مافیا. دقت کنید یه وقت اشتباه چشمتون رو باز کنید. مافیای بازی سریعا همدیگر رو شناسایی کنن. خب از 4 مافیای بازی پدرخوانده به ما لایک بده و عجله نکنه در پایین بردن دستش. لایکش رو ببینیم. دکتر لکتر بازی یه لایک نشون بده. هم همکاراش ببینن، هم ما ببینیم. متشکرم. تیم مافیا بخوابن. بسیار خوب. روز میشود. چشما رو باز کنیم. حالا اوضاع فرق کرد. 4 مافیای بازی همدیگر رو دیدن و الان هر کسی میدونه کارتش چیه، نقشش چیه. به همدیگه نگاه کنید. فعلا رصد کنید. توصیه میکنم هم ردیفی ها و هم میزی های خودتون رو بیشتر ببینید، چون اونا که مقابل شما هستن رو طبیعتا میبینید. و حالا میخواییم سر صحبت رو بدیم و گپ و گفت ها آغاز بشود. جناب آقای مظفری عزیز، سر صحبت با شما. آقای عزیزی نازنین، انتهای صحبت با شما. کسی چالش میخواد؟ مجید مظفری هستم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و من بچه ها همیشه تو زندگیم سعی کردم یه شهروند معمولی باشم، یه شهروند معمولی که مفید باشم برای شهرم و خیلی کارا رو بتونم انجام بدم و بتونم شهرم رو آباد کنم. به همین دلیل وقتی من وارد هر جا میشم هیچ دری رو من بسته نیست و اینقدر درست رفتار میکنم که حتی وقتی برخورد میکنم با یک مافیا میتونم اونو به راه راست هدایت کنم و بارها این کار کردم و مافیا آمده طرف من شهرم. خودش شده یه شهروند مفید و امیدوارم توی این برنامه، توی این جمعی که با هم دیگه هستیم بتونم تکلیف این 4 تا مافیا رو بکشم طرف خودم و اونا رو به راه راست هدایت کنم. دلم میخواد کمکم کنم. متشکرم. نفر بعد. سلام، رامبد شکرابی ام. کاغذ ازت اومده بیرون. تقلب. صحبت نکنید. کسی چالش میخواد؟ خب من دومین نفرم، دارم صحبت میکنم. هنوز هیچی معلوم نیست، ولی نمیدونم چرا همیشه تو این بازی اولین نفری که بلند میشه صحبت کنه همیشه میگه من یه شهروندم و مافیا نیستم و اصرار به این داره. 2-3 تا از دوستانم داشتن تایید میکردن. حالا بریم جلوتر سعی میکنم اونا رو هم عنوان کنم که همه داشتن تایید میکردن، انگار قشنگ میدونستن که آقای مظفری شهروند هست. مرسی. سلام به همگی. ارسلان قاسمی هم. خیلی خوشحالم که در کنارتون بازی میکنم. برای من افتخاره. صحبت‌ها رو گوش دادم و خب به خاطر اینکه سردست هستیم ترجیح میدم که همه این صحبت‌ها رو بشنوم بعد نظراتم رو اعلام بکنم. فعلا روی شخص خاصی من تارگت ندارم، فقط امیدوارم که در واقع تیم شهرمون برنده بازی باشه. خواهشی که از دوستان دارم اینه که اگر که
صلاح دونستن شهروندا اجازه بدن که توی روز اول بازی کسی رو وارد مرحله رأی‌گیری نکنیم، یک روز بگذره و بعد بتونیم در اون موقع تصمیم درستری بگیریم. مرسی. متشکرم. تعارف چالش فراموش نشه دوستان. سلام، من شهرام قائدی‌ام. خیلی خوشحالم که در جمع همکاران عزیزم هستم. کسی چالش میخواد؟ آقای مجید مظفری به نظرم میاد 50%، 60% مافیا باشه، به دلیل اینکه تلاش کرد که بگه شهروندم و حتی تلاش کرد که گمراه کنه، بگه چه در چه منصبی هستم و اینا. یه ذره روی ایشون هستم. در مورد آقای شکرابی نظری ندارم. ارسلان بالاتره برام، بالای 70%، به دلیل اینکه یک توصیه پدرانه کرد و خواست که یه ذره از مافیا بودن فرار کنه. برای من الان مشکوک بیشتر بازی ارسلانه. این برام که دید ندارم، فعلا حرفی نمیزنم. متشکرم. به چرخه. ممنون. بفرمایید آقای استادی. عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام عزیزان و اساتید خودم. والا اینجوری که شهرام جان شروع کرد، گفتم من چیزی نگم بهتره. خیلی عجیب‌ترین ترور کردی رازی. امیدوارم شهر خوبی داشته باشیم، همه در کنار هم دیگه با آرامش زندگی کنیم و هیجان زده نباشیم و کسی رو به نظرم به این زودی ها نمیشه متهم کرد. متشکرم. بفرمایید. چالش خبری نیست. مرسی. سلام، رحیم نوروزی هستم. کسی چالش میخواد؟ برای من با توجه به اینکه همون ابتدا جناب آقای مظفری خیلی دم از شهروندی و شهروند بودن زدن، همونجور که میبینیم هممون چکمون بهش برد. وقتی همینجور صحبت ها چرخید، نوبت رسید به شهرام. شهرام سعی کرد آقای مظفری رو یه اتهام 50% بهش بزنه، ارسلان رو یه اتهام 70% بزنه. یعنی احساس میکنم خواست یه تریکی بزنه که اتهام رو از آقای مظفری برداره ببره روی ارسلان. من الان برای من آقای مظفری مافیاست، رامبد سفیده، شهرونده، ارسلان شهرونده، شهرام مافیاست. جمله آخر. صحبتی ندارم. تمام. متشکرم. خب من دوباره رحیم نوروزی هستم. سلام. خوشحالم در خدمت این دوستان هستم. تیم بسیار جذاب و خوبی داریم. کاش من هم هوش این عزیزان رو داشتم که انقدر سریع بتونم تشخیص بدم و دونه دونه بگم که کی شهروند و کی مافیا. نظری راجع به هیچ کس ندارم، گرچه به اون نگاه اولی که بعد از باز شدن چشم‌ها در شب اول هست خیلی اعتماد دارم. این تجربه من نشون داد، خیلی تجربه تو این بازی ندارم، ولی چند وقتی که تمرین کردیم و اینها دیدم که اون نگاه اولیه خیلی قابل اعتنا و اعتماده. اون نگاهه رو فعلا سیو میکنم تا ببینم قضیه چطور پیش میره. بچرخه لطفا. شکرم. سلام، محمد معتمدی هستم. چالش، امیدوارم حالتون خوب باشه. من همچنان اطلاعات تازه‌ای نتونستم بگیرم، ولی امیدوارم که حدسم درست بوده باشه و اشتباه تارگت نزده باشم تا بتونیم شهرمون رو پاک و پاکیزه و بدون مافیا در واقع در آخر حفظ کنیم. همچنان همون نظری که داشتم، اطلاعات جدیدی فعلا متوجه نشدم. مرسی. خواهش میکنم. بفهم. خب من تو نوبت خودم به این سه نفری که رد شده بودن نظراتم رو گفتم و چیزی که رو زبان بدن دیده بودم و خیلی روشم سفت وا نستادم. آقای رحیم نوروزی نوبتشون بود. به نظرم دلیلی نداشت شما چالش بگیری و یک چیزی رو فکتی رو بخوای وارد بازی بکنی که خیلی هم حیاتی نیست و بلافاصله نوبت خودتون میرسیدید و میتونستین های مطالب رو بگین که الان میگفتین چیزی به ذهنم نرسیده، میتونست اونجا اتفاق بیفته. یعنی اجازه بدین که نظرات بقیه هم برسه، ریسک کنین بعد از سامی نظرتون رو بگید.
این مطلب رو که گفتین من رو به شک انداختین. من به هر حال ناآگاه بازیم، یعنی دارم نسبت به فکت ها و نظرات شما بالاخره دنبال یه قوت شبم. پس الان مشکوک بازی شما هم برای من هستین. مرسی. عرض ادب، دیرباز بازی هستم، امیدوارم که نه داد چلشه یه نداشتم دادم ببخشید دوست دارم بزنم. میتونم دوتا بدم؟ نمیتونم. امیدوارم که دیر ببازم، یعنی اصلا نبازم در این بازی. خیلی خوشحالم خدمت تیم درجه یک رفقای عزیز استاد هستم. یه خورده چیزی که تو گفتی راجع به من محو صحبت‌های عمو مجید شده بودم، یعنی داشتم کیف می‌کردم و یک بازیگر در واقع عادی فقط مافیا بودن شاید من با تو هم نظر بودم، ولی چون که اوستای بازیگری پاشد اون حرفا رو زد، من یه خورده به نظرم به همین راحتی نمیشه این تحلیل رو کرد. و آخرین مطلبی که همه وقتی ششا رو باز کردیم داشتیم همدیگر نگاه می‌کردیم، غیر از آقای استادی که الان داره اینجوری تایید می‌کنه، هیچ کی نگاه نمی‌کرد، یعنی ریلکس سرش پایین بود، ولی همه تو چشای همدیگه بودیم. این یه خورده برای من مشکوک بود که چرا کسی نگاه نمی‌کرد. همین، هیچ چیز دیگه ندارم. بچرخه لطفا. سلام علیکم، من سپند امیر سلیمانی هستم. تو شو الان حرف میزنی بذار رام بود. من یه ذره به خود کامبیزم شک کردم، ولی یه حرفی رو زد خیلی درست بود. آقای استادی اولش تا بلند شد گفت اصلا انگار اینجا هیچ مافیایی وجود نداره و همه ما شهریم و یه شهر خوب ایشالله داشته باشیم. میگم مثلا به نظرم یه ذره میخواست خودشو پنهان کنه، ولی یاراشم به نظر من پنهان کرد. حالا ببخش. با اجازه، من در دور اول فعلا ترجیح میدم که خیلی هدفی رو کسی نداشته باشم. فقط در مورد خودم بگم که امیدوارم که نقشی که به محول شده خوب بتونم ایفا بکنم، حالا و کمک شهر باشم یا کمک مافیا باشم، در هر صورت نقشی که بهم دادن رو خوب ایفا کنم. دست دردم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خب نه چالشی نه. به نام خدا، یوسف تیموری هستم. خیلی ممنون. چالش کسی نمیخواد؟ بفهم. من جسارت کردم. اتفاقا من نمیدونم جناب آقای دیرباز، شاید دیرباز دوباره منو دید، وگرنه من اتفاقا همه رو داشتم رصد میکردم و آخرین نفر که اطمینان داشتم که شهروندی جناب آقای دیرباز بود، اتفاقا همه رو نگاه کردم، من جمله حضرت عالی که اتفاقا خیلی دوست داشتم ببینم چرا شما عینک ژان رنو رو زدی، برام جالب بود، توی حال و هوا بودم، نگاه کردم به همه، حالا نمیدونم چرا دوستان دیگه. خیلی متشکرم. خب من در همین ابتدا میخوام بگم که ببین الان یکی یکی به ترتیب از اون میز چرخی همه نظراتشون گفتن، رسید به شهرام. شهرام شروع کرد یه ذره شلوغ بازی، یک در رابطه با کامبیز، دو در رابطه با آقای معتمدی، یا اشتباه حالا دارم میگم اول آقای معتمدی بعد کامبیز. احساسم بر اینه که شهرام یکی از افراد مافیاست و یا کامبیز یا آقای معتمدی نفرای بعدیشن، یا آقای معتمدی یا کامبیز، این احساس رو دارم نسبت به عزم. بعدم اگر که من عینک میزنم همینجوری دیگه عینک نمیزنم که چشم معلوم میشه. خوشتیب تری نظر چون شهرمون از دست ندیم. مطمئنه. بعد سلام، من سام درخشانی هستم. البته نمیدونم چرا امروز همش احساس میکنم علی دایی هستم، چون خودت عزیزه علی دایی فکر میکنم اینجا ملبورنه و الانم یه پاس تو در میدم و غزال تیز پایم. خوش آهان، یادم رفت چالش کسی نمیخواه؟ بر با اجازت، من تقریبا تا اینجا صحبت های همه رو گوش دادم، با حرف یوسف تقریبا موافقم، به خاطر اینکه احساس میکنم حالا از مجید خان مظفری و رامبود جون و حالا به این ور خیلی برام الان خاکستری نشدن، ولی احساس میکنم که آقای قائدی میتونه برای من مافیا باشه. 50% یه خورده بیشتر میتونه برای من مافیا باشه. چرا سعی کرد پوش بکنه در واقع شهروندا رو به دو نفری که اول بازی در واقع صحبت کردن، یا سه نفر، ولی بعدش حالا از اون طرف گذشته باز دوباره آقای معتمدی برای من یک مقدار خاکستری شدش.
چرا که اومدن از من در واقع کاور کردن یا دفاع کردن. فکر میکنم این دعوا یا این صحبت یک بازی زرگری باشه که حالا بین افراد مافیا میتونه صورت گرفته باشه برای اینکه ذهن شهروندا رو به هم بریزه. بله من زیاد نظری ندارم راستش بخواین، هنوز دارم خود بررسی میکنم، ولی اتفاقا من با شهرام خیلی موافقم. من حرفای شهرام خیلی پسندیدم، تا الان میرم پشت شهرام وای میسم. نظرم اینه که شهرام نظرتش درست بود. آقای معتمدی، ما توی تمرینی که دیشب داشتیم توی اول بازی دفعه حمله بدی به من کردن که من فکر کردم مافیان کلن تکنیکشون اینه، برای همین فکر نمیکنم که مافیا باشه، ولی تا الان با حرفای شهرام خیلی موفق تر از همه هستم. مرسی. فارسی زبانان عزیز، برای تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی وارد سایت تلویکا شوید. جدیدترین فیلم و سریال های روز را با بالاترین کیفیت و همزمان با انتشار در ایران قانونی از طریق تلویکا تماشا کنید، به همراه زیرنویس عربی، انگلیسی و کردی. 7 روز تست کاملا رایگان، پرداخت امن و آسان از طریق استرایپ و پیپل، موجود در گوگل پلی برای نصب بر روی سیستم عامل اندروید و به زودی در اپ استور برای سیستم عامل iOS. امکان خرید بلیت سینمای آنلاین برای فیلم‌های در حال اکران در ایران و تماشای آن به صورت آنلاین. دسترسی راحت و آسان از طریق وبسایت تلویکا. یا الله چالش. خداداد عزیزی هستم، خوشحالم این که در جمع هنرمندهای عزیز، دوستای عزیز، آقای پژمانی هم شدید و اینی که خب من سعی میکنم یکم فعلا شنونده باشم، چون همون دور اول من فکر کنم که حالا هر کی هرچی دلش میخواد میگه، یکم ببینم فکر میکنم بهتره. دارم حالا یه چکی میکنم و گوش میدم ببینم چه اتفاقی میفته. متشکرم. میریم برای رأی گیری. جناب مظفری لطفاً بایستید. چه کسانی به ایشون رأی میدن؟ جناب آقای مظفری 1-2 رأی. بفرمایید. به دفاع نمیرید. رامبو جان بایستید. آقای شکرابی 0 رأی، دفاع نمیکنید. بفرمایید. ارسلان جان، آقای قاسمی هم 1 رأی. بفرمایید. شهرام جان، آقای قائدی 1-2-3-4-5-6 رأی، شما دفاع میکنید. بفرمایید. علی رضا جان، آقای استادی 0 رأی. 1 رأی. نمیدونم. 1 رأی. من میگیرم. حرف نزنید. خواهش میکنم مدیریت. بفرمایید. رحیم جان، آقای نوروزی 0 رأی، دفاع نمیکنم. محمد جان، آراب آقای معتمدی 1-2-3-4 بفرمایید. دفاع نمی‌کنید. فامبیز جان، آقای دیرباز هم 1-2-3-4-5 رای، دفاع نمی‌کنن. بفرمایید. با تأخیر بود، با تأخیر بود، دیلی انقدر دیگه پذیرفته نیست. 3-5 جان بیسن، آقای امیر سلیمانی 1 رای، بفرمایید. یوسف جان 1 رای، آقای تیموری 1 رای، بفرمایید. سام عزیز، آقای درخشانی 1-2-3 رای، دفاع نمیکنم. بفرمایید. خداداد جان، نوای عزیزی هم 0 رای، دفاع نمیکنم. بفرمایید. به این ترتیب شهرام جان دفاع میکنم، تک دفاع هم هستم. عزیزان پشت کی وایسته؟ من خیلی آهسته میگم، هی التماس هم نمی کنم، هی شرمند شرمند هستم هم نمیگم، یه سری ادله میارم، یه سری حرف منطقی میزنم. خواهش میکنم خوب گوش بدین شهروندا. ببین چه اتفاقی افتاده. در همین وهله اول من 6 تا رأی آوردم، 4 تا مافیا به من رأی دادن، 2 تا شهروند که یکیش بد بازی میکنه، یکیشم به هر حال پشت دسته یا هر چیزی داریم. پس من نمیتونم مافیا باشم که کسی اگه 2 دست مارپلم بازی کرده باشه
میفهمه که الان من شهروندم، برای اینکه یک نفر تو دور اول داره با عدل حرف میزنه و ممکنه دورهای بعدی برای مافیا مشکل ساز بشه، تصمیم میگیرن این مهره رو بدن بیرون تا کارشون راحت تر بشه. این از من که بهش فکر کنید که وقتی کسی تو این مرحله اینجای بازی میرسه 100% شهرونده، برای اینکه مافیا اجماع کردن دو نفر پشت دست اونا میرن. اگر که به من رأی خروج بدین قانع شدن بلد نیستین. این یه عدله محکمه که پلیرهای واقعی بلدن اینو. دو، من چه اتفاقی برام افتاد؟ من از آقای مظفری شروع کردم. آقای مظفری اومدن یک، البته ارادتمندم، عاشق شما، جسارت میکنم در جایگاه بازی مافیا دارم این شکلی صحبت میکنم. آقای مظفری اومدن یه توصیه پدرانه کردن و ربطی هم به بازی نداشت و گفتن که من سعی میکنم مافیا رو بکشم سمت خودم، اصلاحش کنم و به گروه خودم بپیمنم. پشت سر من نبا مافیا رو بکشی اصلا این ولی زمان نبا. کمی باقی مونده شهرام جان. بعد رامبود گفتم اوکی، گذاشتم اومدم اینجا، رسیدم به این دوتا اصلا دیدی نداشتم، گذاشتم رفتم. یه سوتی تو بازی اتفاق افتاد که به این سوتی هم فکر بکنی. کامبیز جزی کسایی بود که دست آورد بالا، این ورم دست آوردن بالا. بچه ها طبق دوتا دو دست بازی دیشب میدونن که استادی بازیگر پلیر واقعی آخر تایم نیست. کلام آخر، کامبیز یک اتهام زد به آقای استادی که نابجا و ناجوانمردانه بود. پشت دستش کی اومد بالا؟ رامبد شکر. جمله آخر، الان من دنده عقب میکشم از رو مجری مظفری عقب، کاری به ارسلانم ندارم. اگر من رفتم بیرون رد خون من از کامبیز و از رامبد بگیرید، دو تای دیگه رو نمیدونم. به اون فکت اولی هم متشکرم، بفرمایید. تو دفاعم دوستان یادآوری میکنم که اکتی نداریم، حرکتی نباید داشته باشیم، در دفاع فقط شنونده و بیننده هستیم. خب بیستید شهرام جان، در روز آرا مشخص برای خروج ایشون دیده میشه، چه کسانی بهشون رأی میدن؟ دفاعشون هم شنیدید. برای خروج؟ برای خروج دیگه. بله، اگر که به من رأی خروج بدین قانع شدن بلد نیستیم. این یه عدله محکمه که پلیرهای واقعی بلدن. 2 3 4 5 6 6 6. به هر حال شما جمع ما رو ترک میکنید، تشریف بیارید کنار من. از 1 تا 6 کارت حرکت آخر انتخاب بفرمایید. 3. عصبانی هستی؟ بله. بازی همینه. جدی میگم. بازی همینه. جدی میگم. 3 فرمودین؟ شهر بیدر پیکر. 3. بله. بسیار. کارت شماره 3. خب، فرش قرمز. این کارت رو بفرمایید. مقابل هر کس بگذارید، حتی اگه هیچ رأیی هم نداره، حتما به دفاعیه میره و بعد از خودش دفاع کنه. مقابله؟ بله، میذاره اینجا. آقای دیرباز. اشکالی نداره. به هر حال بازی یک جوری شروع میشه دیگه. نفر به نفر خارج میشن و بازی ادامه پیدا میکنه. الان دیگه شب میشه. سوالی دارید از من؟ میخواستم از کاغذ قلم ایشون میتونم استفاده کنم؟ شما مشکلی آقای قائدی، شما مشکلی نه یادداشتی نداشتید؟ نه ایشون، نه ایشون کامبی زد بهش نقا استفاده کن. بسیار خوب دوستان، شب میشه، بخوابید. چشما همزمان همه با هم بسته. خب دکتر شهروندها بیدار شه. یک نفر رو نجات بده. دکتر بخوابه. تیم مافیا بیدار شن. ابتدا با هم مشورت کنن. در نهایت من اسلحه رو به دست پدرخوانده بازی خواهم داد. مافیا زودتر تصمیم بگیرن. متشکرم دکتر لکتر. یک نفر رو در تیمش نجات بده.
تیم مافیایی بخوابن. کاراگاه بازی بیدار شه. استعلام یک نفر رو از من بگیره. اگر شهروند یا پدرخوانده مافیا باشه، عدم تایید نشون میدم. اگر مافیا باشه، تایید نشون میدم. کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای بازی بیدار شه. حرفه‌ای در هر شب میتونه شلیک داشته باشه. آیا حرفه‌ای میخواد شلیک کنه؟ متشکرم. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بازی بیدار شه. آیا میخواد به کسی سکوت یا همون طول درمان بده؟ اگر میخواد اون شخص رو به من نشون بده. روان پزشک بخوابه. جان سخت بیدار شه. جان سخت آیا اعلام وضعیت میخواد؟ در طول بازی دو بار هم بیشتر نمیتونه این کارو بکنه. جان سخت بخوابه. 3-2-1 روز میشود. چشمها رو باز بکنید. خب خوابای بدی دیدم میشه. صبح همگی بخیر. صحبت نکنید. روان پزشک بازی تشخیص داد که به یک نفر طول درمان بده که اون شخص در سکوت بمونه در طول امروز. جان سخت هم استعلام نگرفت. خب کسی که بهش طول درمان داده شده کسی نیست جز آقای یوسف تیموری عزیز. آقای تیموری، شما میتونید تایید و عدم تایید داشته باشید، حق رأی هم دارید، اما یک کلام حرف بزنید از بازی خارج میشید. و اما کشته شب کسی نیست جز جناب آقای عزیز دلم، یار و همکلاسی قدیمی خودم، رحیم نوروزی. به افتخارش علی استادی نشستن شکون نداره. آقا مرسی، خودکارت. خودکار شومه. مرسی. گفتم خب شما کارت حرکت آخر هم ندارید، در شب بهتون شلیک شده، بی وصیت تشریف ببرید بیرون. بی آزارترین موجود این جمع. خب کسی احتیاج داره؟ کسی لازم داره؟ اون طبق وصیت به من رسید. خب سه نفر میریم جلو، سر صحبت رو میدیم به آقای استادی. شما میشید سر صحبت. ارسلان جان شما میشید انتهای صحبت. بیسید لطفاً. ارادت دارم. من الان تازه میفهمم چی به چیه واقعیتی، چون دیشبم دیر رسیدم، برای اولین بار تو عمرم اومدم تو بازی مافیا، ولی واقعا برام عجیب بود که شهرام عزیز رفت بیرون و همچنین رحیم عزیز. من نیازی به این توضیحات ندارم. بله بله. نه میخواستم من، چون که فقط شما چیز هستید، چون که دوستان به شدت بازم، حالا نه به شکل خونخواهی دوست عزیزم آقای شهرام قائدی، رو جناب آقای کامبیز دیرباز که بی دلیل به ما گفتش که تو اصلا ابتدا باز نکردی و اساسا داشت تبر میزد و اصولا هم به جناب استاد مظفری و ارسلان عزیز به شدت، من خودم اعتقاد دارم که عزیز دلمون آقای کامبیز دیرباز یکی از مافیای بارز این بازیه. بفرمایید. تا
تعارف چالش فراموشتون نشه. آقای متمدی محمد جان نوبت شماست. سلام مجدد. من طبق تجربه‌ای که حالا توی این روز گذشته همین الان گفتم. چی گفتی؟ تعارف چالش. آها. چالش بدم خدمتتون. چالش نبود. من طبق تجربه‌ای که تو همین یکی دو روز گذشته داشتم، شهرام همون اکتا و همون در واقع بازیایی رو انجام داد که وقتی که مافیا بود انجام داد. همچنان اعتقاد دارم یک مافیا از شهر ما کم شده. یک مافیا از شهر ما کم شده. الان سه تا مافیا تو شهر ما هست. میتونم با توجه به اینکه ارسلان رو سفید میبینم و به تجربهش اعتقاد دارم، میتونم پشت دستش بازی کنم به حرفای ارسلان و با توجه به هوش بسیار بالایی که خداداد داره و دیشب این به من ثابت شد و موقعی که مافیا بود تقریبا اوائلش همین جور مظلوم نشسته بود و بهترین بازیگر مافیا هست، میتونم روی خداداد در واقع تارگت بزنم. پس اگه فرصت دارم اعتقاد دارم شهرام که بازی خارج شد مافیا بود، آقای مظفری خدا داد و یه مافیای دیگه هست که من نمیدونم که کی هستش. متشکرم. نفر بعد چالش دوستان بفهمید. خدا داد یه از مقدار این پاپیونه داره خفم میکنه اگر نندازینم بیرون. عرضم به خدمت شما که هنوز جست اعلامی نگرفته، شما از کجا فهمیدی یه مافیا رفته بیرون؟ این مشکل اولت. من تا حالا سکوت کردم و نگاه میکنم فقط. شما خودت مافیایی به این دلیلی که شما اصلا هیچ استعلامی گرفته نشده، هیچ صحبتی نشده، شما میگی آقای شهرام مافیاست. به چه دلیلی؟ از کجا همچین تشخیصی میدی؟ مگر اینکه چشات باز بوده باشه با اون سه نفر دیگه زده باشینش. فقط به این دلیل میتونی بگی اون مافیاست. اصلا شما نمیتونی بگی مافیاست، چون میگم استعلام اگر گرفته شده باشه که استعلامی گرفته نشده. استعلام گرفته شده بگن آقا یه مافیا بیرون یه شهرمند، اونجوری ثابت میشه. ولی وقتی هیچ استعلام نیست، شما کجا میدونی که مافیا رو ما زدیم یا نزدیم؟ پس به نظر من بیاین تمرکز کنیم روی آقای معتمدی به این دلیل که هیچ دلیلی برای گفتش نداره. شما وقتی میای توضیح میدی باید دلیل داشته باشی برای گفتت، و اگرم منو امشب زدن بدونید که حتما ایشون جزء مافیا هست. بله دیگه داره شکم تبدیل به یقین میشه که علی مافیاست، به خاطر اینکه آره هی داره اصرار میکنه به این ماجرا و به هر حال من که خودم میدونم چه خبره. پس بنابراین خودم از پی او وی خودم مطمئنم، دارم مطمئن میشم که شما مافیایی. راجب فرش قرمز من به هر حال باید دفاع کنم، ولی میخوام خود زودتر بگم، حالا تو دفاعم یه چیزهای دیگه شاید گفتم. علت این که من شهرام رو در واقع تأکید داشتم که عدلش عدله اشتباهیه، شهرام چون ناراحت شدید عصبانیشه دارم میگم، به خاطر اینکه شما گفتی که با هفتا... ارواح صحبت نکنید، با خودش دارم صحبت با ارواح. چون شهرام هفتا رأی آورد، خب بعد گفتش که پس از این هفتا حتما چهارتاش مافیاست. چرا؟ این مال موقعیه که سه چهار نفر از بازی بیرون رفته باشن، یعنی جمع مثلا نهایت هشت نفر باشه، بعد میگه آقا از هفت نفر معلومه سه تاش چهار تاش مافیاست، ولی هنوز ما 12 نفر در داخل بازی بودیم، هفت تا رأی آورده هنوز ادامه مونده، یعنی میتونن مافیا اصلا دست بالا نکرده باشن. من طبق یه فرمول ساده ریاضی احساس کردم که شهرام عدلش عدله مناسبی نیست. اینو میخواستم تو دفاعیه بگم، فعلا تا اینجا باشه. حالا آقای مافیا هم داره هی داره سوسه میاد اونجا ریز. بفرمایید چالش. من با خداداد موافقم، علت هم داره، البته به خودش شک دارم ها، ولی دلیلی که آورد در مورد آقای معتمدی به نظرم دلیل درستیه. یعنی من خودم هم به شهرام رأی دادم که رفت بیرون، ولی واقعا مشخص نیست این آدم شهروند. شک کرده بودم به دلیلی که شروع بازیش بازی مافیا بود، یعنی این قبلا که بازی کرده بودم چون بازیشو میدونستم، چون دستشو میخونم، شروع بازیش این بازی بود که موقعی که مافیاس این کار انجام میده. ولی شک دارم که حالا خودم هم بهش رأی دادم، ولی شک دارم از اینکه شهرونده یا مافیاس. ببخشید. خب منم با رامبد و خداداد عزیز موافقم. من توی این دور احساس میکنم که آقای معتمدی یه ذره جدیتر دارن
بله چشم. دیگه لایک به حساب نمی اومد انقدر شدیدش. به همین خاطر با دوستان موافقم و از اونجایی که من با ارواح هم یه مقدار میتونم ارتباط برقرار کنم، قیافه روح شهرام هنوز خیلی عصبانی از اون موقع. من احساس میکنم که شهروند رو زدین دوستان، روحش خیلی عصبانی به نظر میاد. خواهش میکنم، بفرمایید آقای درخشانی. ایشون ممنول صحبته. بله، من کاملا من چون که رد نشه از صحبت، من فقط گفتم ادله 7 تا 8 تا یعنی ریاضی شهرام اشتباه بود. من اصلا نمیگم مافیا بیرون کردیم، نمیدونم، شاید هم حرف تو درست باشه، شاید شهروند بیرون کرده باشیم، ولی فقط اون تعدادا رو گفتم با هم نمیخون. گفتم یه وقت فکر نکنید من میگم به زرس قاطع مافیا، نه اصلا. من از همون اولم گفتم نظرات شهرام خیلی قبول داشتم، هنوزم دارم میگم اشتباه کردیم، یعنی اشتباه کردیم، من که رأی ندادم، اشتباه کردیم که شهرامو گذاشتیم بیرون. و یادتون نره موقعی که داشت میرفت بیرون گفت کیا مافیان، اینو فراموش نکنین. اون دو نفر که گفت مافیان رو ردشون رو بگیرین، گفت رامبود و کامبیز. ببخشید رفیق، ولی خواهش میکنم حرف شهرامو یادتون نره، شهرامی که قبولش داریم شهروند بود و خیلی چیزا میدونست و الان نیست. تمام. چالش؟ بفرمایید. خدا داده عزیز، من احساسم اینه که بچه‌ها، شهروندای عزیز، احساسم اینه که خدا داد در واقع این تهدید رو احساس کرده که ممکنه که رای بیاره و از بازی خارج بشه و لو بره و میخواد من رو تارگت بزنه و متهم کنه که من رو در واقع از بازی بیرون. اینو در جریان باشین. 100% بهت مطمئن چیز نیستم، واقعا 100% بهت مطمئن نیستم که مافیا باشی. حرفم تموم نشده بود، عکس دادی. 100% مطمئن نیستم خدا داد مافیا باشه، ولی با توجه به تجربه‌ای که دیشب ازت داشتم شکم برد، با توجه به لایک‌های خیلی قوی که دادی شکم برد. همچنان منتظر میمونم تا نظر ارسلان رو بشنوم، چون ارسلان همچنان برای من شهرونده. مرسی. عرضم به خدمت شما که یه مقدار من در ادامش به آقای دیربازم مشکوک شدم، به این دلیلی که دلیلی نداره هنقدر روی شهرام تأکید کنه که شهرام 7 آورد، 8 آورد، 6 آورد. یه بار تو صحبتش گفت، دوباره نشست چالش گرفت و دوباره شهرام رفته دیگه، الان تموم شده. به نظر من اگر شهروند بوده که شهروندا دارن ضرر میکنن، و اگر مافیا بوده خب طبیعتاً به نفع شهرونداست. من از شهروندا خواهش میکنم صبر کنن، شب بشه. اگه منو نزدن یه استعلام میگیرن دیگه، استعلام میگیرن، وقت مشخص میشه این دو نفر. الان کسی رو نزنیم، بذاریم شهروندا همدیگه رو نزنیم، به نظر من بذاریم مافیا بزنه. و اگر از شهروندا مافیا بزنه، بحثم هم اینه که استعلام بگیریم، معلوم میشه که اون دوتایی که الان بیرونن جز مافیان و جز شهروندان. پس بیان شهروندا هم دیگر رو خرد و خمیر نکنیم. اگر اون دوتا شهروند باشن یکی دیگه هم بره، 4 تا مافیا میشه 5 تقریبا، ما نزدیک فکر میکنم 6 تا میمونیم. شهروندا رو میگم کلن. به همین دلیل عجله نکنید، بذارید امشب هم شب بشه ببینیم مافیا کیو میزنه. فقط آقای دکترمون حواست باشه قربان. من خدمتتون عرض کنم که وقتی شهرام جان رفتن بیرون، اگر مافیا باشم دو نفر از مافیا رو معرفی نمی کنن که بگن اینا رو بزنی. و اگر شهروند باشم، ایشون رفته بیرون، ما اشتباه ایشون رو تکرار نکنیم. من اینجا شکم به دوست عزیزمونه به عنوان مافیا و سام درخشانی. و من فکر میکنم که اگر از این دو نفر شروع کنیم به یک نتیجه خیلی مطلوبی میرسیم.
چالش من میخوام. بله خواهش من نظرین ادامه میدادین اصلا یه دقیقه نیم حرف میزدی کسی خواهی نمید نون اضافه یادم آقای اعتمادی 100% مافیا است. خب من یه چیزی رو بگم راجع به حرفی که حالا استاد گفتن و سامی زد در مورد اینه که شهرام اونجوری داشت چیز میکرد و خیلی این شهرام اگر مافیا هم باشه همین اکتو میکرد مطمئنن من اینکه دلش باز گروهش برنده باشه و نگر داره گروهش رو توی چیز برای همین میومد دو نفر رو انتخاب من نمیگم چون منو انتخاب کرده من دارم میگم که مثلا مافیا بوده ولی به اونم میشه شک کرد که شهرام یعنی به نظر من 50-50 است. یه چیزی که خیلی الان شک منو زیاد کرد خداداده. خداداد خیلی الان نمیدونم امروز داره خیلی بیش از حد اصرار بر مافیا بودن یه سری آدم ها حالا کامبیز یا آدم نمیدونم هی داره اصرار چیز داره میکنه و من یه ذره الان به خدادادم شک دارم یه خورده عجیب غریب خواهش میکنم چالش آقا من پیشنهادم اینه که برای آقای معتمدی رأی بگیریم نگران ایشون در دور بعدی نیستم نگران لایکای خدادادم که هی داره اضافه میشه در دور بعد نمیدونم چجوری لایک بیشتری بخواد بهمون نشون بده و اما خاطر یه رأی گیری اگه بکنیم من ممنون میشم در زمان صحبت بیستید ممنونتون میشم حال بعدش مثلا دور میشه اجازه دارم بفرمی اتفاقاتی که افتاد یه خورده گیجم کردش حقیقتم ولی کماکان پای صحبت ها من هستم یعنی به نظرم شهرام قائدی 50-50 بودش یعنی خود من رأی ندادم بره بیرون ولی کماکان همون 50-50 هستش ممکنه که چون اولش اومدش پوش کردش نگرف بازیش و یه جورایی تابلو شده بودش مافیا بیرونش کرده باشه از طرفی ممکنه یارشون آقای معتمدی باشه که الان خودشو میخواد بیاد پشت دست من در واقع قایم بکنه و داره هی سعی میکنه که من رو در واقع داشته باشه ولی چیزی که الان برام جالبه موافق حرفای آقای خداداد و مجید خانم به خاطر اینکه من احساس میکنم که سام درخشانی هم میتونه در واقع مافیای ما باشه چون توی رأی گیری که داشتیم من نگاه میکردم در واقع به دست ها سام از در واقع بعد از اینکه آقای استادی رأی دادن و یک نفر از این میز دستشو آورد بالا یه خوردن با تأخیر آوردش که در واقع شهرام بره بیرون این کلیت داستان بودش من موافقم که یه رأی گیری داشته باشیم روی آقای معتمدی متشکرم تمام شد همه گفتید از چالشاتون هم استفاده کردید میریم برای رأی گیری 5 نفر هر کس رأی بیاره میره به دفاع یه نفر که مستقیم با فرش قرمز دفاع خواهد کرد آقای استادی بیستید آرا به ایشون 7 رأی دفاع میکنید متشکرم آقا جان بیستید آرا به آقای معتمدی هشت رأی می‌فرمایید دفاع می‌کنید؟ البته می‌تونیم آرا هم ببینیم چون به بازی کمک می‌کنه. کسانی که ضمن اینکه ایشون مستقیم به دفاع خواهد رفت شک هم بهش دارن. میشه 1-2-3. اگه فرش قرمز نداشتید دفاع نمی‌رفتید ولی بناچار باید دفاع کنید. بفرمایید. سپهان جان 0 دفاع نمی‌کنن. یوسف جان که این دستم سکوت بهشون داده شده بود 0 دفاع نمی‌کنن. سام عزیز 1-3 رای دفاع نمی کنند بفرمایید آقای عزیزی خداداد جان 1-2-3-4 رای دفاع نمی کنند بفرمایید استاد آقای مظفری بیسی لطفا دفاع نمی کنند 1 رای دفاع نمی کنند بفرمایید رامبو جان آقای شکرابی هم دفاع نمی کنند بفرمایید ارسلان جان دفاع نمی کنن به ترتیب اول آقای معتمدی با 8 رأی باید دفاع کنید بعد آقای استادی دفاع میکنن بعد شما که فرش قرمز دارید آقای معتمدی بیستید در دفاع یادآوری میکنم اکتی نداریم کنش و واکنشی نداریم فقط بیننده و شنونده باشید یه خورده میرم به سمت این که تخلف ببینم جریمه کنم
دوستان عزیز، من احساس میکنم که به همون روش همیشگی تاریخی مافیاها من دارم در واقع به دادگاه کشیده میشم و به رأی گذاشته میشم. باز همچنان احساس میکنم که رأیم درست بوده، اون چیزی که فکر میکردم درست بوده و به خداداد عزیز مشکوک هستم. از همه بیشتر همچنان به آقای مظفری مشکوک هستم و اون شهرام عزیزم که اون حرفایی که و اتهامایی که زد و حرفایی که زد همچنان در واقع تاثیرش تو بازی ما مونده و کسی مثل ارسلان هم تونسته، شهرام تونسته به من مشکوکش کنه و حواستون جمع باشه. خلاص من یه شهروند از بازی بیرون کنی کارمون سخت‌تر خواهد شد. حالا من میرم پیش بچه‌ها استراحت میکنم، ولی آقای مظفری خدا داد به نظر من. متشکرم. بفرمایید آقای استاد، دفاع کنید. به نظرم خیلی احساسی داریم جلو میریم، یعنی یک جوری که فکر میکنیم که حالا بر فرض مثال اگر اسم کسی رو ببریم به هم راحتی هم میشه اتهام بزنیم، زن بزنیم که ایشون هم واقعا جزء مافیا. استدلال محکمه. حتی من خودم اگر واقعا تو این شرایط میدونستم کسی مثل استاد مظفری واقعا مافیا هستش، الان زود بود که بگم که دقیقا میدونم، یا خداداد عزیز یا، ولی به سر قاطع میگم که جناب آقای کامبیز دیرباز عزیز دلمون از ابتدای بازی با نوع کنش و واکنش بازیش مشخص بود و دوستان عزیزی مثل سام درخشانی و خود ارواح عزیزی که الان نیستن بهش رأی دادن و میدونستیم که بارسترین مافیا الان کامیز جان عزیزه. الان یک جوری بازی به نظرم باز فرمایش جناب آقای مظفری بی دلیل به طرف من کشیده شد. معنی که حالا دوستان عزیزم ولی اینجا نیستن میدونستن اصلا آشنایی آنچنانی به پیچیدگی های بازی مافیا من نیازی به توضیح ندارم. خیلی دوست دارم به توضیح بدم، ولی در مجموع خوشحال میشم که بتونم حداقل کمک شهر کنم. و جمله آخر. جمله آخری ندارم، دوستتون دارم. دفاعتون تموم شد، بفرمایید. متشکرم. پرش قرمزدارمون آقای دیرباز. خدمتتون عرض شد که اگر که من، چون قاطعانه نمیگم شما 100% مافیا هستی، ولی درصد بالایی، ولی اگر که اون درصد پایینه باشه و شما شهروند باشی، اگر که کنش و واکنش من این گمراهی رو در تو به وجود آورده، من بد بازی کردم و حتما بد بازی کردم که این اتفاق افتاده، ولی بیشتر خواستم فعال باشم. به حال داره فیلم برداری میشه و این حرفا، شاید به خاطر اون این در واقع زن برای شما ایجاد شد. چیزی که آقا خلاداد فهم بودن که چرا قراره به شهرام حرف میزنی، اگر شهرام رفیقمون نبود و عصبانی از بازی بیرون نمیرفت اصلا راجبش صحبت نمیکردیم. چون با حالت عصبانی رفت و من دوستش دارم، عاشقانه، خیلی رفیقمه، برای همین هی دوست داشتم که یه خود التهاب عصبانیتش کم بشه، وگرنه در حد همون یه جمله هم شاید نمیگفتم. این به خاطر اون بود. دفاعی دیگه ندارم چون آدم خیلی به درد بخوری نیستم. اگر رفتم بیرون الان خیلی اتفاقی نمیفته، فقط یه نفر از شهرونداتون کم میشه. اگر شهرامو درست بیرون کرده باشم، من کار خودم رو تو این بازی کردم، یعنی به نفع شهر کارامو کردم، با خیال راحت میرم بیرون، وگرنه خیلی به درد بخور نیستم. خواهش میکنم. خب دوستان، الان به خواب نیمروزی میریم. در این حالت سه عزیزی که در دفاع هستند حق رأی ندارند. حواستون باشه دستتون رو بالا نیارید. بقیه هم فقط به یکی از این سه گزینه باید رأی بدید. دقت کنید که رأی تکراری ندید، دیگرانی که حق رأی دارید. چشم‌ها رو ببندید. خواب نیمروزی است. چشم‌ها رو ببندید. به خوبی ببندید. متشکرم. متشکرم که منصفانه درست بازی می‌کنید. خب چه کسانی به آقای معتمدی رأی میدن؟ دست ها پایین. چه کسانی به آقای استادی رأی میدن؟ به علیرضا. دست ها پایین. چه کسانی به آقای دیرباز؟ دست ها پایین. متشکرم. شهردار بازی چشمشو باز کنه. اگر میخواد رأی گیری رو ملغا کنه یا حکم خروج بده اعلام کنه.
اگر نه که هیچ، در یک شب دیگه از این قابلیت استفاده کنید. در خواب نیمروز اکت ندید. شهردار بخوابه. از خواب نیمروز بیدار میشیم، چشما رو باز کنیم. آیه علیرضا استادی دو رأی، آیه کامبیز دیرباز دو رأی و آقای محمد معتمدی سه رأی. شما با سه رأی چند بار ترک میکنید. کارت حرکت آخر دارید، کنار من بایستید لطفا. سه نداریم، از یک تا شش. چند برداشتید؟ چهار. ببینیدش. سرگیجه. یک حقیقتی رو وارونه کنید و جمع ما رو ترک کنید. در مورد خودتون میتونید یک حقیقتی رو وارونه کنید و جمع ما رو ترک کنید. من دکتر لکتر بودم. تایید میشه؟ دست بزنید براشون. متشکرم. شبه، چشما بسته. چشما همه در جا و همزمان بسته. متشکرم. چک میکنم. ابتدا دکتر شهروندها بیدار شه. دکتر بازی، کسی که دکتر میخواد نجات بده، دکتر بخوابه. چشما رو خوب ببندید دوستان. اگه پلکاتون پرپر میشه محکم ببندید. تیم مافیا بیدار شد. بقیه چشما خوب بسته. با هم مشورت کنن، تصمیم بگیرن برای کشتن. پدرخوانده به یک نفر شلیک کنه. نتیجه تصمیم تیمشون رو ببینیم. جان سخت به طور اتوماتیک یک بار از شلیک شب در امانه. دکتر لکتر بازی، یک نفر از تیم خودشون رو نجات بده. تیم مافیا بخوابن. کاراگاه بازی بیدار شه. استعلام یک نفر رو از من بگیره. کاراگاه بخوابه. حرفه بازی بیدار شه. اگه میخواد شلیک کنه به من بگه، اسلحه رو بدم بهش. چشما رو خوب بسته نگه دارید. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک،
اگر بخواد سکوت یا طول درمان بده این آخرین باره. روان پزشک بخوابه، جان سخت بازی بیدار شه. میخواد اعلام وضعیت بگیره؟ جان سخت بخوابه. 3 2 1 روز میشه. چشما رو باز کنید. روان پزشک برای کسی سکوت یا طول درمان تجویز نکرد. جان سخت استعلام گرفت. استعلام گرفت و خواهم گفت. و اما کشته شب، کشته امشب ما کسی نیست جز آقای هیشکی. کشته شب نداشتی. دم دکتر گرم. و اما استعلام دم دکتر جان سخت از بازی شما یک مافیای ساده بیرونه، یک حرفه‌ای بیرونه، یک شهردار بیرونه. دو شهروند یک مافیا. شهردار و حرفه‌ای نداریم و یک مافیای ساده هم نداریم. سر صحبت میشه ستا برم جلو، میشه خیلی هم خوبه که شما باشید. آره دوباره قبل مردم از بی حرفی. آقا دوباره من احساس کنم یه سری اشتباهات داره پیش میاد. من به یه سری ها واقعا شک داشتم، الان شکم برگشته. الان یعنی روی خداداد شک داشتم ولی الان شک ندارم. بالعکس یکم شکم رفته روی سپند، چون یه ذره خیلی داره مرموز بازی میکنه. ببخشید چالشم تعارف نزدم. و از اون برم یکم عمو مجید. یکی از چیزایی که شکم برطرف شد علی بود، چون از اول شک داشتم بهش ولی الان دیگه هیچ از طرفم اتهامی بهش وارد نیست فعلا تا اینجای بازی. و نمیدونم، احساس میکنم که این میز دو تا مافیا داره. نفر بعد. خب آقا من اصلا مجید خان دستشون بره بالا ما دیگه. نه یه نصیحت میخواستم بکنم به یوسف. یوسف تو یک مدتی حرف نزنی به این نتیجه مطلوبی میرسی. جدی خیلی خوب بود. فقط با تایید و عدم تایید صحبت کنی. چون این مدت که سکوت کردی تمام کسایی که بهشون تارگت زدی، من فکر کنم اشتباس یکی از مافیا خودتوی و امیدوارم که به راه راست هدایت بشی. مرسی. متشکرم. آقا من یه خود گیج شدم راستشو بخوای. کلات طبیعیه. ولی ببینید من این بازی رو خوب بلد نیستم. نمیدونم کسایی که این بازی رو خوب بلدن چرا از ما شهروندا دفاع نمیکنن. یعنی یه کاری نمیکنن که این اتفاقی که داره میفته نیفته. من نمیدونم، شاید من یه خود من گیجم، یا اینکه فکر میکنم همه چی به ضرر ما داره پیش میره. یعنی ماها حرف نمیزنیم، مافیا داره کار خودشو انجام میده. یه حرکتی بکنید، کسی که بهتر میتونن بازی رو بچرخونن. من خدا جان شما، ارسلان جان شما، کامبیز موتور رو روشن کن، یه حرکتی بکنیم. من نمیدونم، یه خود همه چی به ضرر ما شهریه داره میره. اینجوری باشه یکی دو نفر دیگه دست بدیم بازی رو باختیم. ها گفته باشم. متشکرم. آقای عزیزی بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. با استعلامی که در واقع جان سختمون گرفت، الان چیزی که برای من خیلی روشن شده اینه که آقای معتمدی
و رحیم جان کلن سفید بودن، یعنی وایت کامه، و روی شهرام نظرم 100% شدش که رفت بیرون. و اتفاقی که الان داره میفته به نظر من، نظری که الان روی تو دارم سام، به نظرم تو میتونی سفید باشی، چون به نظرم خیلی منطقی اومد و صادقانه داری حرف میزنی. قطعا توی میزی که من نشستم یکی از اعضایی که کنار من هستش مافیا هستن. روی خداداد شک دارم، ببخشید چاکرتم، و همینطور سپند. یه خورده اگر شهروندیم واقعا سعی کنیم کمک کنیم بفهمونیم به هم دیگه. ببین ما الان شهردار نداریم و حرفه‌ای نداریم، و اون کسی هم که در واقع تیر خورده نه فقط میتونسته که در واقع حالا دکتر سیوش کرده باشه، میتونسته نقش دیگه ای هم داشته باشه که خودتون همه میدونین. تموم. متشکرم. ممنونم از آقا ارسلان و یوسف جان که صحبت کردن به نظر من، چون این دوتا خیلی کم صحبت میکردن نمیشد آنالیزشون کرد. اولا که ارسلان، من نمیدونم چجوری فهمید که شهرام مافیا بوده یا نبوده، یا آقای معتمدی بوده یا نبوده، چون ایشون گفت آقای معتمدی سفید بوده، یکی دیگه هم اینجا سفید بوده، و 100% شهرام بوده. متشکرم. و به نظر من بازم تشخیصش بسیار سخته، مگر اینکه تو مافیا باشی و بتونی این تشخیص بدی. یوسف هم به گفته آقای مظفری صحبت نمی‌کرد خیلی بهتر بود. الان کاملا، چون من قبلا باش بازی کردم تو تمرین، وقتی حرف میزنه همه رو لو میده، بعد همش هم رو همه هم یا دستش بالاست یا داره لایک میده. من چون تو تمرین قبلی با من مافیا بود، همه چی رو لو میده. به نظر من مشکوکی بسیار شدید. هنوز من روی آقای گامبیز خان مشکوکم، و رو شما مشکوکم، به این دلیلی که ادله میاری که مثل آقای معتمدی، که اصلا شما داری از آقای معتمدی حمایت میکنی که با رأی شهروندا به نظر من رفتن بیرون، و شما داری از اون حمایت میکنی، و چون از اون حمایت میکنی احتمالا از جنس خود مافیا باشی. سه تا مافیا موندن به نظر من، اگه ما بتونیم به یه دست جمعی برسیم بقیه شهروندا، حداقل دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا شهروندیم، سه تا مافیا به نظر من میتونیم یه حرکتی بزنیم. آقای مظفری بفرم. یا حسین من زودتر بلند کردم. خیلی خیلی شک برانگیز بود حرفت، چون که نه به خاطر که به من اتهام زدی و من خودم میدونم شهروندم، این که هیچ، ولی به خاطر اینکه یه خدا از دهن در رفت گفتی که دیشب فلان حرفا لو میداد، و من میدونم چه هرسی از دست یوسف خوردی، الانم تقریبا اون هرسه رو دیدم. پس اگر شهروند بودی دلیلی نداشت که این هرسو بخوری، اتفاقا بهتر بذار خراب کنه. وقتی داری هرس میخوری، پس بنابراین توی یه سایت یا توی فارسیش میشه توی یه سمت قرار میگیری با آقای یوسف. این به نظرم حرفی که سامی زد، اگر شهروند بودی کاملا باهات موافقم، درست داری میگی. اگر مافیایی دمت گرم که چقدر خوب گولمون زدی، ولی حرف درسته در هر دو صورت. من خودم خودت میترسم، یعنی در واقع قاطعانه بگم فلانی مافیاست، میترسم شب بزنم، ولی دیگه از الان به بعد باید بگیم. به نظرم حرف سامی درسته، بریزیم بیرون. ما الان یه دونه شهردار از دست دادیم، یه دونه حرفه‌ای از دست دادیم، ولی یه جان سخت داریم و کاراگاه داریم هنوز. بنابراین دو تا عنصر مهم داریم هنوز. استعلام کنه لطفاً کاراگاه شباب، استعلامی که بعداً یه جوری خط به ما بده، یعنی ما متوجه بشیم که استعلام کرد، یعنی بیاد کاراگاه هر کی هست بگه آقا پشت دست من بازی کنیم، بریم پشتش بازی کنیم، نه اینکه خودش فقط بدانه. الان من نمیدونم که کاراگاه استعلام کرده یا نه. متشکرم. بچرخه خدمتتون عرض کنم که خب کامریزویان درست سر میگه، و از جان سخت میخوام که زودتر تو هر بازی که میاد نوبتش میرسه استعلام کنه، ولی من خب سپند و فکر میکنم که قاطی مافیاست، همچنین یوسف جان، ولی به بقیه شک دارم و امیدوارم که همونجور که سام درخشانی گفت، شهروندا بیان زودتر دست به دست هم دیگه بدن و کمک کنن بتونن اون سه مافیا رو به راه راست هدایت کنن. رامبو اجازه بدیم بعد از صحبت من میدم، بعد از میتونم این کار رو بکنم، بله. بعد از صحبت میدم به سپند. ببخشید اول یه اتفاقی الان افتاد که اصلا هیچ کس بهش توجه نکرد، و به نظر من اون چیزیه که دیشب مافیا رو یکی کشت، یعنی یه نفر رو زد، درسته؟ یعنی یه دونه کشته مافیا دیشب داشته، نه از خودش، یکی رو زده و اون آدمه بیرون نرفت، یعنی هست.
و در مورد آقای معتمدی من اتفاقا برعکس ارسلان بگم، آقای معتمدی توی اون کارت چیزی که آورد که باید برعکس میگفت و دروغ میگفت، برگشت گفت من دکتر لکترم، درسته؟ نه ببخشید من اشتباه کردم، پس احتمال خیلی زیاد شهروند بوده. من فکر کردم، ببخشید، من یا فکر کردم که قطعا موافق، نه درسته، ببخشید، حرفی ندارم. دادی به سپنه چالش گیرنده بعد از خودشون قرار من بسوارد. چالش رو به این خاطر گرفتم که حرف کامبیز یادتون نره و حرف سامی، اینکه شهروند صحبت بکنه. من حرفی که دارم میزنم شاید به ضررم در این مرحله باشه برای شب، اگه به شب برسم، ولی اول حرفام گفتم که من یک آدمی هستم در شهر که میتونم به دردتون بخورم. این حالا شاید تو دفاع هم میتونستم بگم. اگر به قول حالا حرف سامی یا کامبیز حرفی نمیزنیم، شاید هر کدوم از ما که باید یه سری چیزها رو کشف بکنیم هنوز به اون کشف کامل نرسیم که بگیم آقا پشت ما بازی بکنین یا هر چیز دیگه. بنابراین شاید یه مدل مشکوک بازی کردن من شاید اینجوری به نظر بیاد، ولی من بعدی سامی درخشانی صحبت. ببخشید بله آقا، من دوباره تاکید میکنم به خدا داریم مسیر رو اشتباه میریم، هنوز به یه اجماع نرسیدیم. رأی گیری کنیم، چند نفر رو مشخص کنیم، الان همه بلند میشن هیچ کس رو مشخص نمیکنن، خیلی گیجه. یه نفر رو مشخص کنیم، همه به اون اجماع برسیم، رأی گیری کنیم، بیرونش کنیم. اینجوری به نتیجه نمیرسیم. دوباره الان شب میشه میزنن یه نفر میکشن. حالا دفعه پیش شما گفتی مثلا ممکنه جان سخت رو زدن، شاید هم دکتر نجاتش داده، ولی این دفعه که دیگه این اتفاق نمیفته که. بیان آقا به یک اجماعی برسیم. ارسلان تو از نوبتت استفاده کن، چند نفر رو هایلایت کن، اونو رای گیری کنیم بنزیم بیرون، بزنیم معلوم بشه کیا شهرن. کاملا باهات موافقم، با حرفای رامبو جونم خیلی موافقم. به نظر من باید همین کار رو بکنیم و اینکه مطمئن باشین یا حالا جان سختمون یکی از شانساش از بین رفته یا دکتر سیبش کرده، ولی قطعا دارم میگم که امشب یکی از ما میره دوباره بیرون و من اگر که جای شما باشم میخوام که پشت دست من بازی بکنین، یا امشب من تیر میخورم و از بازی میرم بیرون، یا اینکه در واقع اون کاری که گفتم درسته، پشت دست من بازی بکنین، به خداداد عزیزی رای بدین. من موافقم، یا خداداد عزیزی یا آقای مجید مظفری. مجید خان بفهم. خب من امتحانی یه چیزی گفتم، خب یعنی رأیم از روی کامبیز و در واقع شکی که داشتم به کامبیز و سپند گفتم، ولی بالعکس اینور، خب اینور آقای خداداد عزیزی اما مجید اومدن زوم کردن رو من، بعد مدل صحبت کردم، منم مدل تونتون و خب مثل حالا دیشب ما بازی کردیم با هم، ولی مدلی نیست که من بخوام همه چی لو بدم. الان من کاملا متوجه شدم که سر این میز یه مافیا، سر اون میز یه مافیا، یکیش عمو مجید، یکیش هم خداداد عزیزیه. اینو قاطعانه میگم. آفرین. و اگر واقعا منم اگر از بازی رفتم بیرون، رد خون از این دو نفر بیا، هر کدوم از ما شهرونده اگر رفتیم بیرون. من تعجبم از اینه که استاد مظفری به شدت اومد اتهام به من زد و گفتش که من مطمئنم که استاد، اول که من شاگردم استاد، دوم من مطمئنم که گادفادر و یکی از مافیاهای عزیز و محترم استاد مظفری قاتل و دوست دارم که رأی‌گیری بشه دیگه، یعنی اگر بتونم با زور من شما نگیم. بفهم، خواهش میکنم. بله بفهم. عرضم به خدمت شما آقا رامبد عزیز، من خواهشم کردم از دکتر که شبش منو نگه داره، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه، و آقای ارسلان داره گمراهتون میکنه، میگه نه اونجوری نبود، دقیقاً عکس اون بود. عرضم به خدمت شما یه اتفاق جالب دیگه هم برام میفته که هر چی ایشون میگه ایشون تایید میکنه، هر چی ایشون میگه ایشون تایید میکنه. من از اولش شما سکوت کرده بودی، من به شما خیلی اطمینان داشتم که شما یه شهروند کاملا مفید هستی، ولی الان که راجع به شما صحبت میکنم و راجع به من جبهه میگیری، ایشون هم تایید میکنی، من کاملا هنوز اطمینان دارم که شما و شما دوتا جفتتون مافیا هستید. راجع به کامبیز هم هنوز یه مقدار جمله آخر 50-50. طبیعتا خواهش میکنم که راجع به این دوتا رأی گیری کنید. دکتر بازم مواظب باشه، یک بار نجات دادید. متشکرم. دوستان زمان چالش نصف زمان نوبت اصلی. خواهش میکنم.
من یه اتهام خیلی سفت و سخت به شما زدم با فکت، ولی شما هیچ اشاره‌ای اصلا راجع به این قضیه نکردی الان که از خود دفاع کنی. من منتظر بودم ببینم که راجع به اون قضیه که گفتم تو یوسف فلان حرفا شاکی چی میگی، نگفتی رد مالوندی رد شدی. پس من الان به نظرم محکم وایسین پشت دست ارسلان، حتی به غلط به قول حامد بهداد اتفاق نمیفته، شما هم گفتی صحبت نکنید، حتی به غلط وایسین پشت دست ارسلان یه اتفاقی میفته، چون اینجوری اون وقت تا شب بازی کنی به حال بازی باید بچرخه. وقت محافظه کاری به نظر من دوستان به سر اومده، حمله کنیم یه اتفاقی میفته دیگه، یا مرگ یا شهامت. شهامت برو بده شهامت. من فکر میکنم که با توجه به حرفی که سامی زد الان بهترین کار اینه که و حرفی که کامبیز زد و ارسلان به یه اجماعی برسیم. حالا فوقش اینه که یه نفر میره بیرون و ما بیشتر حواسمون رو باید جمع بکنیم و اونایی هم که به درد شهر میخورن دیگه راحت‌تر، اگه یه نفر دیگه هم بره بیرون راحت‌تر میتونن کمک بکنن به چیز. بنابراین من رأیم رأیه که رأی بقیه شهروندا هست و اکثریت هم. متشکرم. میریم برای رأی گیری. 4 نصف جمعیت شماست، 4 به علاوه 1 5، هر کس 5 رأی بیاره. آقای تیموری 1 2 3 رأی دفاع نمی‌کنن. بفرمایید. جناب آقای درخشانی دفاع نمی‌کنن. بفرمایید. جناب آقای عزیزی 1 2 3 4 5 دفاع می‌کنید. بفرمایید. جناب آقای مظفری 1 2 3 دفاع نمی کنید. بفرمایید. جناب آقای شکرابی دفاع نمی کنید. آقای قاسمی 1 2 3 دفاع نمی کنید. بفرمایید. جناب آقای استادی 1 دفاع نمی کنید. بفرمایید. جناب آقای دیرباز 1 دفاع نمی کنید. بفرمایید. جناب آقای امیر سلیمانی دفاع نمی کنید. بفرمایید. تک دفاع آقای خداداد عزیزی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که من 5 دست بلند شد که دقیقاً 3 همون ستایی بود که خودم حدس می زدم، آقای یوسف خان، آقای دیرباز و آقای ارسلان خان. حالا در کنارش بعضیا که همیشه دست بلند می کنن دیگه. حالا عرضم به خدمت شما جواب آقای دیرباز من اصلا یادم رفت، چون یاد این دوتا افتادم. اینی که من شب قبل مافیا بودم یا نبودم، من یه یاداوری کردم راجع به اون بازی، اصلا این که بخوام گمراه کنم، حالا این نظر شماست. فکر میکنم الانم اگه منو بزنن 5 دیگه، شما ستام بدید، شما ستا که به نظر من 100% مافیایی، شما ستام رای بدید بازم اتفاق نمیفته. من امیدوارم برای که یه شهروند دیگه کم نشه، دوستان شهروند، اونایی که شهروندن، به مافیا کار ندارم، 3 مافیاست، فکر میکنم 4 رأی دیگه میمونه. شهروندا اگه بتونن نگه دارن به نظر من شرایطمون بهتره. بذار بره عقبتر، چه عجله‌ای که حالا نمیدونم چه عجله‌ای دارید که آقای دیرباز برام جالبه که میگه سریع تمومش کنیم. چرا باید سریع تمومش کنیم؟ خب شما چون هر چی شهروند شما بیشتر بکشی به نفعته، طبیعتاً دوست داری زود تموم شه. یه ذره به نظر من عجله نکنید. شما عجله داری؟ خیلی ممنون، همه عجله دارن. خب میخوای من برم الان؟ نمیخواد رای بگیری؟ باید شما رو جریمه کنم. خاطر اینکه اکت دارید، گفته بودم دقت کنید، ولی خب این دفعه هم میگذریم. بایستید که رای گیری بشه. بله تک رایان، به خواب نیمروز نمیریم، در مقابل هم با چشمان باز رای میریم. رای خروج به آقای خداداد عزیزی چه تعدادی است؟ 1 2 3 4 5 6 7 جمع ما رو ترک. خیلی ممنونم. کنار من بیستی. خیلی ممنونم. متشکرم. اول به خاطر دل من خواهش میکنم دست ویژه براشون بزنید. متشکرم. همه میدونیم به چه دلایل بسیاری خداداد عزیزی رو دوستش داریم، افتخار کشورمون هستن. من خودم یکی از دوستان علاقمندان خوشاقش عزیزه داریم. 1 2 5 6 5 انتخاب کردن. چیست؟ بیخوابی. بیخوابی به نفع شهر. بله، یعنی مافیا شب نخواهند داشت، ما همینطور به روز ادامه میدیم. زنده باشید. زنده باشید. حتما نباشید. مرسی. شب نداریم، سر صحبت مجدد میشه، میشه شما سر صحبت. رامبد جان انتهای صحبت آقای مظفری. بفرمایید.
چالش اگر کسی میخواد آخرش میدم، هم صحبت ها میکنم. نه چالش کسی میخواد؟ باری کلا که حواست به تعارفش هست. خب خداداد همون جوری که گفتن واقعا برای همه ما دوست داشتنی، ولی خیلی جالبه هر کی میره بیرون میگه من شهروندم، برای شهر مفید بودم و نمیدونم حالا هر چیز. من الان تنها کسی که به خداداد رأی نداد آقای استادی بود و فکر میکنم حالا چون سه تا مافیا ما داشتیم توی بازی و فکر میکنم یکیشون برای رد گم کردن رأی داد وقتی دید همه شهروندا دارن رأی میدن و یکی دیگه رأی نداد. از اولم من شکم رو آقای استادی بود، یعنی شک داشتم بهش، حالا نه اینکه چیز باشه، فقط همینه. حالا اگر به چرخ یه خورده برام عجیب شدش سر اینکه در واقع توی بازی آیه مجید خان کاور خداداد میومدن بعد بهشون رأی دادن و از یه طرف شما خودتون کاور میومدی رأی ندادی، اگه اشتباه نکنم. یه رأی ندادم که نره و احساس میکنم که به خورده گیج شدیم. اگر ما واقعا کاراگاهمون توی بازیه، سعی بکنه یه خیال جمعی برای یکی از شهروندا واقعا ایجاد بکنه و همین. یه خورده اصلا عجیب غریب شدش. ارادت دارم، بازم من میگم قبلترم گفتم با توجه به حس خودم واقعا با شرایطی که الان به وجود اومد، اون زمانم گفتم، یوسف جانم اشاره کرد که جناب آقای مظفری مطمئنم که یکی از مافیای عزیز این شهره و بدون تردید از همونجا داره هدایت میشه. به نظرم به یه اجماع برسیم که بازی به روال خودش بشه. من مطمئن امضا میدم آقای مظفری. امضا بفرمایید. مرسی. چالش دوستان، کسی چالش میخواد؟ من بچه‌ها الان دو تا مافیا دادیم بیرون، دو تا شهروند، نظر من اینه. یه دونه دو تا دیگه مافیا داریم الان. اگه نظرتون همه رو آقای مظفریه، آقای مظفری هم بدیم بیرون، رأی گیری کنیم بدیم بیرون، شب استعلام بگیریم ببینیم کجا وایسادیم. ای کاش که این بیخوابی لعنتی نمیومد. خیلی به نظرم بعد موقع اومد. ما الان احتیاج داشتیم جان سختمون استعلام بگیره اگر داخل بازیه. نمیم شما قاطی کردم، ولی این چیزی که الان سام گفت شما رو گمراه نکنه. میگه شاید نظرشو گفت، تو به زرس قاطع نگفتی دوتا مافیا رفتن بیرون، درسته؟ احساس کردی. خب بنابراین آره، من فکر میکنم که یه خورده الان ما احتیاج داریم به که کاراگاهمون حداقل استعلام بگیرش. به اون شبه احتیاج داشتیم ولی چون نیومده چاره‌ای نداریم. یا باید اجماع کنیم رو استاد که اون لبخند قشنگه داره میزنه، یا اجماع کنیم رو این یکی استاد. به حال یکی از استادا رو آره اجماع کنیم که من استادی هستم، استاد جا به جاش میکنیم. حالا بفهم بچرخ الان دیگه شما سکوت انتظاری هست. من چالشمو بعد از صحبتام میدم. چون قراره که ما شهروندا پشت ارسلان بازی بکنیم، من پیشنهادم واسه همینم گفتم چالشمو بعدش میدم. پیشنهادم اینه که ارسلان استادی رو برای رأی گرفتن پیشنهاد بکنه. یعنی این چیز استنباط من از صحبت‌ها و اتفاقاتی که داره میفته، من فکر میکنم که ارسلان اگه این پیشنهادو بده، چون ما حال قرار شده پشتش بریم. یه مسئله ای الان هستش. حتی بعدش من بودم چالش. بعد خودش بود. به من دادی دیگه. درسته دیگه. من به نظرم بیایم یه کاری بکنیم، چون ما شبو ندیدیم و اینکه یه فرصت دیگه داریم که در نهایت شاید من اشتباه دارم بازی میکنم. من مطمئنم از خودم که من شهروندم و دارم بازی میکنم، درسته؟ ولی یه چیزی الان رفت توی مخ من و کاور کردن کامبیز از سام بودش و اینکه تو بلند شدی قاطعانه گفتی ما دو نفر رو در واقع دادیم بیرون که شهروند بودن، دو نفر هم دادیم بیرون که مافیا بودن. اوکی، خود من هنوز برام 50-50، چون هنوز جان سخت بازیمون اگر توی بازی باشه نیومده استعلام بگیره. متوجهی؟ چجور تو میتونی قاطع بگی سام که دادی بیرون؟ به نظرم روی کامبیز و چون کامبیز اومد برگشت گفتش که تو قاطع اینو نگفتی. احساس میکنم این دوتا با هم دیگه هم دست باشن. متشکرم.
منم همین حس رو داشتم. البته اون حرفی هم که کامبیز زدن، یعنی اگر شهروندیم واقعا حواستون باشه، یک، من مطمئنم که عمو مجید جز مافیاست، دو، یک کمی علی ببخش به تو شک دارم، سه، اینکه حرف این دوتا رو واقعا پنج پنج واقعا یا این دو نفر به همون دلیل که ارسلان میگه جز مافیان، یا واقعا من نیازی ندارم اینا رو که کامبیز داره میگه، من نیازی ندارم اینا رو بشنوم، به من ساده در واقع سا اومده که ساده برگزار، یعنی حالا حواسش نبوده که گفته دو نفر مافیا بیرونن یا دو نفر شه، یا آگاهانه گفته. من میتونم بشینم؟ بفرمایید. موافقم. خواهش ببخش. من الان که ارسلان صحبت کرد یه چیز عجیبی اتفاق افتاد. ارسلان خب آدم همه داریم همدیگر رو رصد میکنیم و نگاه میکنیم و داریم سعی میکنیم که شهروندار رو پیدا کنیم. ارسلان از اولش خیلی آروم و ساکت بازی کرد. من تا قبل از اینکه حرف بزنه موافق اونور بودم که پشت دست ارسلان بازی کنیم و بتونیم، نمیدونیم هم که دو نفر دو تا مافیا بیرونه، قطعا نمیدونیم، یه دونه مافیا دو تا شهروند رو میدونیم، ولی ارسلان الان یوهو انقدر تا الان هیچ تارگتی به هیچ کس، هیچ اتهامی به هیچ کس نزده بود، الان یه دفعه کامبیز و سامی رو آورد وسط. نمیدونم چرا، نمیدونم. من کامبیز و مطمئنم که شهروند، مطمئنم، ولی نمیدونم چرا یه دفعه این دوتا رو آورد وسط. به نظرم آروم آروم اومده جلو، الان که جای حساسیه. جمله آخر و 3-5 ما، درسته؟ یعنی ما الان 5 تا شهروند داریم، 3 تا مافیا، یعنی اگر یه نفرم رأی بگیریم، اگر رأی درست داده، یعنی اگر رأی غلط داده باشیم، بازم بازنده نیستیم. متشکرم. خودتونید آقای درخشانی، بفرمایید. آقا بچه‌ها بیاین یه مرور بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. به خدا از اول بازی رو مرور کنیم. من بر اساس همون چیزی که اتفاق افتاده خودمون حد زدیم دارم میگم. خودتون ببینین ما دو تا مافیا داشتیم که رفتن بیرون، الان دو تا دیگه مافیا داریم، 3-5 نیستیم، داری اشتباه میکنی. ولی حالا من اصلا به این چیزا کاری ندارم. ارسلان تو داری گیجمون میکنی، ما داریم این پشت دست تو که به یه اجماعی برسیم، هر دفعه میچرخی رو یکی، نباید این کارو بکنی. یه نفر رو چیز کن، اینجوری به ضررمون تموم میشه، الان شب میشه میزنن میکشنمون. نکنین آقا، یه به یه اجماع ارسلان هی نچرخون، یه نفر بگو. الان تو تا 2 دقیقه پیش داشتی میگفتی آقای مظفری رسید اینجا چرخید، میگی من این داره چی؟ من نمیتونم بخونم آقا. اگه آقای استادی رو بهشون شک دارین که مافیان، یه مافیای بی ضرره آقای استادی رو بی ضرر سند دارن. به خدا به راحتی میتونیم به قول آقای مظفری بیاریم شهروندش کنیم، خیلی راحت میشه شهروندش کرد. بچسبیم به یه نفر، هی نچرخیم. جمله آخر، گیجمون نکن ارسلان. اگه شهروندی، مافیا فقط این کار میکنه، گیج میکنه ما رو، ذهنمون رو داری میریزی به هم. ببخشید. متشکرم. آخری نگفت. حق رأی رو هم از شما گرفتم. چرا؟ به خاطر که حرف زدید، جریمه بودید. نوشتم استاد. الان هم دارید حرف میزنید. ببخشید. قانون دیگه، رعایت کنید. دفعه بعد اصلا من شما رو میندازم بیرون. یعنی بدون اینکه مفید واقع بشید برای رفاقت 30 ساله ثمرش هم اینه. به هر حال تعارف ندارم من اینجا. متاسفانه شما حق رأی رو هم از دست دادید. به نظرم رعایت کنید. حالا من حرف شما رو به دیگران میرسونم. اینجا نوشتن استاد مجید مظفر. ادامه صحبت جناب مظفری بفرمایید. بچه واقعا من صحبت‌های شما رو که گوش میدم میبینم که این وسط تنها کسایی که این شهروندا رو گذاشتن سر کار مافیا هستن. من با صحبت سام موافقم که ما الان 8 نفریم، 2 تا از مافیا رفتن بیرون، 2 تا داخلن و این 2 تا هم جز یوسف و استاد کسی دیگه نیست. من روی سپند هم شک داشتم، ولی واقعا این 2 تا هستن و یه 50% هم ایشون. ولی بیایم زودتر به جنبیم، زودتر این ریتم و این خونه بندازیم تو بازی. این خیلی افتاده بازی، ریتمش افتاده. متشکرم. میریم برای رای گیری.
جریمه حق رأی شما رو میبخشم. قبلا هم این کارو کردم. علتش هم اینه که تجربتون تو این بازی کمه. ولی خب دست‌های بعد مطمئن باشید چون الان اینو تجربه کردید، در دست‌های بعد دیگه چنین نخواهم کرد. به بیرون بازی چشم نداشته باشید. میریم برای رأی گیری. شرایط جدید اینه. بهت این فرصت رو میدم عاشقانه کنار بکشی. منم جای تو رو کنار هما حقی میگیرم. تو فکر کنی یه سی که هرچان دهنه درگه میتونی بگی؟ بیا بزن. اتفاقا من بعدم نمیاد بشم اثبات عشق و غیرت تو. یالا بزن بگو اشتباه میکنم. اما اگه نزنی من هر چیزیو که بخوام به دست بیارم. حرومزاده دیگه خیلی وقتی که فوش نیست. برای تو فوش نیست. از وقتی بهش عادت کردی. همیشه شوی من. من و اون چیزایی که خودت ازشون میترسی تحقیل نکن. آقای شکرابی بیستید. سر صحبت بودید. رأی گیری برای ایشون 0 دفاع نمی کنند. بفرمایید. آقای قاسمی ارسلان جان 2 رأی دفاع نمی کنند. بفرمایید. آقای علیرضا جان استادی 1, 2, 3, 4, 5, 6 دفاع می کنند. بفرمایید. آقای کامبیز جان میرباز دفاع نمی کنند. هیچ رأی. آقای سپند حمید سلیمانی 0 دفاع نمی کنند. 1 با تأخیر نیایید. دفاع نمی کنند. آقای تیموری یوسف 1 رأی دفاع نمی کنند. بفرمایید. آقای درخشانی سام جان دفاع نمی کنند. بفرمایید. جناب آقای مظفری یک دو سه چهار پنج استاد دفاع خواهید کرد. بفرمایید. علیرضا استادی اول شما دفاع میکنید. من به قول شهرام عزیز اصلا نمیدونم فرمول بازی چجوریه که باید واقعا التماس کرد نکرد خواهش کرد، ولی واقعا صادقانه گفتم که به عنوان یک شهروندم تو این شهر و خیلی از مواقع تا یه حدی کمک های زیادی میتونستم بکنم و شاید کرده باشم و بازم میگم با توجه به شرایطی که الان حاکم شده تو بازی برای من این روز مشخصه که عزیزان به نظرم دارید اشتباه، همونجوری که کامبیز جان الان توی شرایطی یا خود یوسف عزیز گفتش که واقعا من نمیدونم، چون که واقعا من خودم تو کنش و واکنشم ثابت کردم که به عنوان یه شهروند عادی هستم اینجا و صورت مسئله رو دارن عزیزان به نظرم پاک میکنن و بارها گفتم نوشتم اینجا هم اگر میخواید واقعا بازی به گرمی خودش برسه و این چرخش ادامه داشته باشه غافل نشیم از مافیای اصلی. همین. بفرمایید. آقای مظفری دفاع بفرمایید. خیلی متاسفم از این که ما 5 تا رأی آوردم، ولی تو این 5 تا اگر 3 تا مافیا داشته باشیم تو بازی 2 تا از شهروندا به شهروندشون رأی دادن. میدونید واقعا دارم میگم اینو، یعنی اگر ما حتی 2 تا مافیا هم تو بازی داشته باشیم، خب من 5 تا رأی آوردم 3 تا از شهروندا به من رأی دادن. میدونید من فکر میکنم که اینا جاشون عوض شده، یعنی اینکه مافیا به من رأی دادن، شهروندامون از اونا تبعیت کردن، اونا هم رأی دادن، برای اینکه دستاشون رو با شک بالا آوردن و من فکر میکنم اشتباه دارید میکنید 100% و من مطمئنم که دارید اشتباه دارید. متشکرم. به خواب نیمروز میرید. چشمها رو ببندید. ابتدا رأی گیری میکنیم روی آقای علیرضا استادی. آرا رو میشمرم. دست ها پایین. رأی گیری میکنیم برای جناب آقای مظفری. مجید خان دست ها بالا میشمرم. دست ها پایین.
شهردار بازی که قبلا استعلام شده توسط جان سخت میدونیم در بازی نیست، بنابراین کار کردی هم نداره. از خواب نیمروز بیدار شید. جناب آقای استادی یک رای، جناب آقای مظفری چهار رای. بفرمایید. یک دو شش دور انتخاب میکنن. مسیر سبز. خب این کارت رو استاد مقابل هر کس بذارید، هر چقدر بهش اتهام وارد بشه، هر چقدر رأی بیاره، به دفاع نخواهد رفت، بهش مسئولیت میده. ترجیح میدید این کارت مقابل چه کسی باشه؟ متشکرم. به افتخار هنرمند پیشکسوت دوست داشتنی عزیزمون دست بزنید. جمع ما رو ترک میکنند. خیلی ممنون. قربان شما. دوستان بنشینید. خب دوستان یه جابجایی بکنیم. 3 2 1 چشم ها رو ببندید. خب شب شد. دکتر شهروندها لطفاً چشمشو باز بکنه و یک نفر رو نجات بده. شخصی رو که میخواد نجات بده به من نشون بده. اشاره در شب به خودتون نکنید. دکتر بخوابه. تیم مافیا بیدار شن. مشورت کنن. پدرخوانده بازی باید یک نفر رو بکشه. مشورت کنید. تصمیم بگیرید. چشما رو خوب ببندید. بسیار خوب. دکتر لکتر. تیم مافیا بخوابن. کارگاه بازی بیدار شه. استعلام یک نفر رو بگیره. اگه پدرخوانده مافیا یا شهروند باشه عدم تایید نشون میدم، اگر مافیا باشه تایید نشون میدم. کارگاه بخوابه. روان پزشک بازی بیدار شه. آیا میخواد به کسی طول درمان بده؟ به من نشون بده. متوجه شدم. روان پزشک بخوابه. جان سخت بازی بیدار شه. آیا استعلام وضعیت میخواد؟ متوجه شدم. بخوابه. 3 2 1 روز میشه. و اما نتایج شبی که گذشت. خب روان پزشک طول درمان یا سکوت به کسی نداد. جان سخت استعلام گرفت که خواهم گفت. و اما کشته شب کسی نیست جز به نظرتون این طرف یا اون طرف؟ چون من اومدم این طرف میگید اون طرف. آره میام اون طرف. حالا نظرتون چیه؟ این طرف. این طرفه؟ با شما خداحافظی کنیم یعنی؟ حساسه. خداحافظی میکنیم با
جناب آقای ارسلان تابلو واسه اب نداره رد بخونی که میگیری هیچ وصیتی هم نمیتونن داشته باشن به افتخارشون دست بزنین جمع باشن خوش تشریف داشته باشین بسیار اما استعلام جان سخت بیرون این شهر ارواح و کشته شدگان یک مافیای ساده حرفه‌ای بازی شهردار بازی شهروند ساده بازی روان پزشک بازی جان سخت بازی خب آیه درخشانی بیسید لطفا بیسید لطفا آخ 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 بسیار خوب شما هم بیسید آقای سام درخشانی پدرخوانده مافیا آقای یوسف تیموری دکتر لکتر دو مافیای ساده یک آقای رامبد شکرابی دو آقای محمد معتمدی مافیا برنده شد ای کهنه رفیق ای کهنه رفیق ای منو گول زد من این منو گول زد ببخش راست این منو گول زد منم خودت منو تو خودت بابا 7-8 تا قد خود این منو گول زد خدا را چرا هیچ وقتی نمیدی تو بازی تو همه ما در کارنگاه ما نیست بدرخانده هستم بیلی گفتم چی شده؟ اما من افر گفتم اینه من معذرت میخوام اما مجید بله تو چشای من هم اگه نگرفتی من رفتم بیرون به شهر دفتر شهر میگم این آدمی که رفته شهرونده دوباره بگم 30 سال رفاقت ویلا اتفاق خدا 30 سال رفاقت نه من به قرآن به قرآن بزن سادگی هی من میگودم سایه دستش خیلی رنگی آشان این کار گفتم جذاب میشه آخرین بار که منو بیرون کردن 6 تا رای دادیم من نظر رامبو چرا یک تو پای رامبو دادیم من که نه بودم تو علکی ریختی رو من نگه من شکل نیتی رامبو دادیم مجید ندار یکی دونو ست بودم دیگه من یکی دونو ست بودم من شکم شکم رو رامبو نبود آقای ارسلان قاسمی شده تبر افتاده به جون شهر تو دور اول استعلام خودش استعلام گرفته خودش استعلام گرفته میگه من رفتم بیرون بعد میگه ایشون مافیا تو دور اول انقدر محکم اومدی آدم شک میکنه آقا چه محکمی من اصلا معنای مافیا آدمایی که مافیا میشن مافیا بدون کلک که نمیتونه شهر رو بگیره همش که هفتیر و زور نیست یه مقدارش کلکه الان این بازی طوریه که 4 نفر مافیان این 4 تا مافیا باید با کلک شهروردان رو بیرون کنن حالا یه تیکش تیر تو شب شلیک کردنه ولی بقیهش همکاری با همه و بیرون کردن شهروندا از مجموعه است درسته؟ قطعاً شهروند یعنی همش خدا خدا میکنم بهم شهروند بیفته به خاطر اینکه شما وقتی که مافیاز میشی ناچاراً باید دروغ رو چاشنی کنی یعنی ناچاراً مجبوری گول بزنی رفیقات و منم بدم میاد از این ماجرا ولی وقتی شهروند میشی خودتی و خودتی و صداقت خودت برای همین
واقعا دوست دارم هر سه دست بهم شهروند بیفته. هر جفتش سخت. چون سخته دوست دارم. ببین من دو مدل بازی میکنم اصولا. این موقعی که توی جمعی هستیم که خودمون مثلا منچ هم بازی میکنیم من دوست دارم ببرم. ولی یه جایی مثل اینجا که تعدادی دوستیم و اینا خیلی به این ماجرا فکر نمیکنم. زمین خیلی هم روی این بازی مسلط نیستم، رو واژه هاش و اینا مسلط نیستم. ولی اینجا الان بیشتر الان با رایم جان نوروزی هم داشتیم حرف میزدیم، بیشتر میخوایم میذاره خوش بگذرونیم حالا شهروند یا مافیاش خیلی فهم. کلک زدم اینه که یه بالاخره خداوند یه سری استعدادا به آدم میده تو چهره. الان چهره من یه جوریه که وقتی میگه چشاره به من چشامو میبندم و وقتی بازه فرق نمیکنه من میبینم. این الان دیگه مشکل من نیست، پس این کلک زدن نیست، ولی من میخوام از این حرف استفاده کنم. من دارم تمرین میکنم که اینجوری نگاه کنم از زیر کلا وقتی میگن خوابیدی، فکر کنم که اینجوری بشه یه کارایی کرد. البته بگم شیرینی این بازی اینه که خیلی ساده بازی کنی. اگه قرار باشه اگه نمیدونم زیر چشی نگاه کنی و باز کنی تو اینقدر دوربین هست کنم نشه کلک زد، ولی شیرینی این بازی اینه که خودت بتونی بازی کنی. حالا یا بازی مورد قبول مردم قرار میگیره یا نمیگیره دی. دوست دارم مافیا. دوست دارم که بازی طوری باشه که بیشتر جذابیت داشته باشه و بیشتر بینندگان عزیزمون بتونن لذت ببرن. بریم که انشالله مافیاها رو پیدا کنیم و شهر رو پاک پاک تحویل بدیم. یا این داره رد گم میکنه که بگه من بلد نیستم. خود ته مافیا انو نفهم منم اینجوری کردم. یعنی مافیا من دارم الان امتحان آیین نامه انگار دارم میخوام بدم. انگار دارم میخوام بدم. آماده که نیستیم ولی خب دیگه میریم تو دلش ببینیم چی میشه. یه سری شخصیت های جدید اضافه شده، آدم نمیدونه چی هن اسماشون چیه و چه جوری هن. نمیدونم هنوز چی دست من شروع نشده که خیلی کم، ولی اعتماد به نفسم خوبه. اوهی جانزخ شهردار کارگاه سه دو یک شب می شود. چشم ها بسته، چشم ها رو به خوبی ببندید. مافیای بازی چشماشون رو باز کنه. پدر خوانده به ما لایک بده و عجله نکنه در پایین بردن دستش. دکتر لکتر بازی یه لایک نشون بده. متشکرم. دو مافیای ساده هم به ما تایید نشون بدن. روز می شود. چشم ها رو باز کنید. زدن دیگه ما سر و صدا بودیم. مافیا هم دیگه حواسش بود که یکی یکی از اون بود و جال پیدا نکردیم دیگه. شده دوره بود من یار خوبی نداشتم. شهروند رو دونستن یه مافیا رو بازی بندازن. مافیا برنده شد. خانم
هر کدوم از مافیا تو خوب هدایت کردی، هر کدوم از مافیا وای میستد از سفید میدن هیچ کی رای نمیداد به مافیا، هیچ کی رای نمیداد. نه سب کن، سب آقا یارم رو بده سپر 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 حالت کدوم استادم که پشت هسته. آقا شما به چه دلیل ایشون اعتماد کردین به پشتش؟ اشتباه شد دیگه. ببین به نظرم کاراگاهمون به جای اینکه بیاد کاور من، چون من جان سختم، من یه بار متوجه شدم خوردم، دو تا مافیا اومدن پشت دست من دارن بازی میکنن، بعد یار خود من نمیاد به من کاور بده، یا ما شهر و در واقع کاراگاهمون نمیاد استلام بده. اومدم وسط گفتم آیا حرفایی که زدم ادله‌ای که گفتم درست درمون بود یا نه. گفتم آقا جان خوب گوشتون رو باز کنی، همه ریختن رو من شهروندم و همچین چیزی یاد کن. اینجا سایه ها نور رو بردن، تو این شبای مافیا بره ها گرگ رو خوردن. من به شهر مشکوکم، به تمامی کوچه ها، به تمامی این سکوت، به شبهای مافیا. همه به من نارو زدن، یک به یک تن به تن، تو سکوت و بی کسی، توی تنها یار من.